سلام علیکم دوستان، در این ویدیو خواهید دید که چگونه گزینه اتوماتیک اپدیت را در ویندوز 10 یا ویندوز 10 غیر فعال بکنیم. اگر این گزینه فعال باشد، زمانی که شما بخواین اینترنت خود را از طریق وای فای موبایلتان به کامپیوتر خود وصل بکنین یا شریک بسازین، اینترنت شما را یا دیتای شما را خیلی در سرعت زیاد و در وقت کم کامپیوتر استفاده میکنه و نت شما زود تمام میشه. اگر این گزینه را شما غیر فعال بسازین، به شکل نرمال و اینترنت شما را استفاده میکنه و زیاد کامپیوتر نت شما را استفاده نمیکنه. چگونه این گزینه را غیر فعال بسازیم؟ برای غیر فعال ساختن این گزینه دوستان، در قسمت سرچ بار کامپیوتر خود در اینجا نوشته بکنین سرویسز. بعد از اون این اپلیکیشن این لیست ظاهر میشه، بالای این گزینه کلیک بکنین. زمانی که بالای آن کلیک کردین، در قسمت تمام سرویسز یا تمام خدماتی که در کامپیوتر شما صورت میگیره لیستیون در اینجا برای شما نمایش داده میشه. شما ماوس در قسمت پایین بیاین، در اینجا در قسمت پایین یک گزینه به نام ویندوز اپدیت است، آن را پیدا میکنیم. در قسمت دوستان ویندوز اپدیت این گزینه را پیدا بکنین. فعلا این رننگ است، یعنی فعال است، و این را میخواییم غیر فعال بسازیم. زمانی که انتخاب کردین، بعد از آن دبل کلیک بکنین بالای آن. در قسمت اول این را در قسمت دیسیبل را انتخاب بکنین. در قسمت استارت اپ تایپ این را دیسیبل بکنین و در قسمت پایین بالای دگمه استاپ کلیک بکنین، این بند میشه. بعد از او در قسمت پایین بالای اوکی کلیک بکنین و بعد از اوکی بالای اپلای و بعد از اپلای بالای اوکی کلیک بکنین. در اینجا میبینین که بند شد یا غیر فعال شد. بعد از این دوستان، اینترنت موبایل شما را زمانی که با کامپیوترتون وصل میکنین، در وقتی کم کامپیوتر شما مصرف نمیکنه و به شکل عادی و نرمال مصرف میکنه. دوستان اگر این ویدیو خوشتون آمده باشه، لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایین. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتون.